خب نه 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 خب خوش اومدید به کانال من نیما دیدابم. امروز میریم سراغ ای پی فود کورت از مودی موسوی، یکی از ای پی هایی که حدود یه سال پیش به طور سینگل ترک توسط مودی موسوی بعد از خروج از گروه ماخولا منتشر شد. مودی وکالیست و لید گیتاریست گروه ماخولا بود تو اون بازه‌ای که ماخولا تازه داشت سیگنیچر خودش رو پیدا می‌کرد و به این چیزی که امروز هست تبدیل می‌شد. ولی بعد از یه بازه زمانی مودی تصمیم گرفت که از ماخولا جدا بشه و امضای خودش رو به وجود بیاره و سراغ مسیر کریر سولوی خودش بره و فود کورت ایده اولیه‌ای بود که مودی موسوی توی اینستاگرام با مخاطبهاش به اشتراک گذاشت. گفتش که من میخوام یه مجموعه ترک با تم غذاهای گیلکی بدم بیرون و توی این فضا هم توانایی سانگرایتینگ خودم رو یه سنجشی بکنم، هم وکال پرفورمنسامو پخته تر بکنم، همین که میخوام یه مجموعه کار که 0 تا 100 رو خودم پیش بردم با شما به اشتراک بذارم. ایده فود کورت یه چنین چیزی بود. بیشتر از این که یه آلبوم یا یه محصولی که روش خیلی سرمایه گذاری شده باشه، توی وهله اول یه آزمایش بود توسط مودی تا با مخاطبهاش یه محصول متفاوتی رو در میون بذاره. اولین چیزی که توی آلبوم فود کورت و این 5 تا ترک نظرمون رو جلب میکنه، آرت ورک های بی نظیریه که مودی موسوی واسه تک تک ترک ها در نظر گرفته. اولین چیزی که تو این آرت ورک ها به نظر میاد اون تهمایه جنسیه که وجود داره که به گفته خود مودی، همونطور که تو سایتش بهش اشاره شده، از اون کنجکاوی جنسی و کنجکاوی سکسی که توی بچگی وجود داشت واسش و همیشه ته ذهنش بازتاب داده میشد نشأت میگیره ایده این آرت ورک ها. خود ترک ها تک تکشون با اینکه به اسم غذاهای گیلانی نامگذاری شدن، مثل میرزا قاسمی، مثل خروس فسنجان، مثل ترش تره، مثل باقال خورش و مثل انار بیج، و تو نگاه اول شاید صرفا اینجوری به نظر برسه که داره در مورد پخت و پز یه سری غذای محلی صحبت میکنه، ولی یه نگاه عمیق‌تری که به شعرها، به دلیوری و به کل ساختار اون اثر میندازی، میبینی که مودی داره از این تصویر استفاده میکنه تا یه سری داستانها رو به اشتراک بذاره با ما. برای مثال داره از میرزا قاسمی استفاده میکنه تا اون اختلاف طبقاتی و اون عدم برابری که توی شهرهای کوچیکتر وجود داره و اون ناامیدی که ناشی از این اختلاف و این عدم برابریه رو به مخاطبش برسونه، یا مثلا توی ترک خروس فسنجان میاد از نگاه خروس اون داستان سربریده شدن و تبدیل شدنش به غذا و خوشحالی محل از سربریدن اون موجود زیبا رو بیان میکنه. یکی از کارهایی که تحت برند ماخولا اول منتشر شده بود، سانگ رایتینگش مودی موسوی به همراه آرش منصف به عهده داشتن، ولی تو اینجا ورژن مودی رو از این ترک میبینیم که به نظر من بهترین ورژن این ترکه. و توی این شعر من واسه اولین بار اون نبو و اون نگاه عجیب غریب و چی میگن منحصر به فرد مودی رو توی شعر نوشتن باش مواجه شدم و خروس فسنجان به نظر من بهترین نمونه معرفی کردن مودی به یه نفری که تا حالا کارهاشو نشیده و با برندش آشنا نیست. بعد از اون میریم سراغ ترش تره، یه ترکی که مزه و ذائقه چی میگن گرانج تری داره، یه مقدار نسبت به میرزا قاسمی و خروس فسنجان وحشی تره. اونا هرچقدر آلترناتیو راک و مثلا ایندی راک تر بودن، این کار گرانج تر شده. ترش تره در مورد اون احساسات جوون، چی میگن احساسات جوون رو به بلوغ نرسیده و وحشیانه‌ای که یه نفر داره صحبت میکنه و به خامترین و زننده ترین حالت یه مجموعی از این احساسات رو به مخاطبش میرسونه و به نظر من بهترین ترک این ای پیه
و بعد از اون باقالا خورش و اناربیچ رو داریم که اناربیچ اولین ترکی بود که از این مجموعه منتشر شد و به نظر من دوتا از ترک های بهتر این مجموعه نیستن. اون ستا ترک اول به نظر من هایلایت های مجموعه هن، ولی همچنان اگه تو اون ستا ترک اول تونستین طرز فکر مودی و اون مسیری که داره میره و اون چارچوب، اون نقاشی که داره واسه همون میکشه رو درک بکنید، این دوتا ترک هم هر کدوم به خودی خود واسه تون خیلی جذاب خواهند بود و واسه مواجهه با مودی موسوی توی آلبوم زوزنقه به نظر من باید به این آلبوم گوش بکنید تا اون مسیری که مودی موسوی تو آثارش پیش گرفته رو باهاش آشنا بشید. در این حال مودی هرچقدر گرانجیه، هرچقدر آلترناتیوه، همونقدر ایرانیه، همونقدر اهل شماله، همونقدر فرهنگ ایران تو کارش تأثیر داره که شاید مثلا دهه 90 سیاتل توی کارش تأثیر گذاشته و این به نظر من مودی رو به یکی از جذابترین آرتیستایی که در حال حاضر توی ایران داره فعالیت میکنه تبدیل میکنه. این ای پی یکی از ای پی های مورد علاقه منه. هر کسی که از من میخواد یه آرتیست جدیدی رو توی فضای جدیدی بهش معرفی بکنم، من 100% میرم سراغ این ای پی و کارهای مودی رو بهش معرفی میکنم و توصیه میکنم حتما به این کار گوش بکنید. من به این ای پی 9 از 10 میدم و امیدوارم شما هم همونقدر که من از این ای پی لذت بردم از این کار لذت ببرید. خب بچه ها، این بود ای پی فود کورت از مودی موسوی. کانال رو ساب بکنید، لایک بکنید ویدیو رو، کامنت بذارید، میبینمتون. لینک فود کورت توی دیسکریپشن قرار گرفته، از اون طریق برید تو ساوندکلاود خود مودی موسوی بهش گوش بکنید و تو کامنت ها نظرتون راجع به این ای پی به من بگید.